اما سرگرمی ها و علایق، چطور راجع به سرگرمی ها و علاقه هامون صحبت کنیم. سرگرمی دوستان در آلمانی das Hobby گفته میشه، das Hobby سرگرمی که جمعش هست die Hobbys یعنی سرگرمی ها، das Hobby die Hobbys. خب اما سرگرمی رو کی انجام میدیم؟ در وقت آزادمون، یعنی در Freizeit. Zeit یعنی زمان، فری هم که آزاد هست، Freizeit وقت آزاد. خب دوستان دقت کنید، کاری که با اشتیاق انجام میدیم و کاری که دوست داریم انجام بدیم رو با گرن معمولا میگیم در آلمانی. مثال اول دقت بفرمایید، ich lerne gern english. ich lerne gern، گرن هم باید حتما به دنبال فعل بیاد. ich lerne gern english یعنی من با علاقه انگلیسی میخونم، یا به عبارتی من انگلیسی خوندن رو دوست دارم. ich lerne gern english. ich koche gern، یعنی من با علاقه آشپزی میکنم، یا من آشپزی کردن رو دوست دارم. مثال بعد، ich spiele gern schachtel. schachtel دوستان شطرنج هست، schachtel شطرنج هست، من با علاقه شطرنج بازی میکنم. ich schwimme gern. schwimmen در واقع فعل شنا کردن است. ich schwimme gern یعنی من با علاقه شنا میکنم، شنا کردن رو دوست دارم. مثال بعد، ich gehe gern einkaufen یعنی با علاقه میرم خرید. ich gehe gern einkaufen. ich sehe gern fern. خب fern ذهن که fern بعد آخر جمله قرار بگیره، تلویزیون دیدن بود. ich sehe gern fern یعنی من با علاقه تلویزیون میبینم، یا از تلویزیون دیدن لذت میبرم. اما دوستان برای کارهایی که ازشون خوشمون نمیاد یا علاقه به انجامشون نداریم، باید از نیشت گرن استفاده کنیم. به جای گرن، نیشت گرن، به عبارتی منفیش میکنیم. دقت کنید، ich sehe nicht gern Bücher. ich lese، اصلا میکنم، ich lese، lese معنی خواندن هست. ich lese nicht gern Bücher یعنی من با علاقه کتاب نمیخونم، یا به عبارتی من به خوندن کتاب علاقه ای ندارم. خب اما علاقه رو چی میگیم در آلمانی؟ die Interesse. die Interesse یعنی علاقه، die Interesse علاقه. یادتون باشه interessant هم به معنی جالب، مطلوب، لذت بخش هست. اما چطور راجع به علاقه همون صحبت کنیم؟ خب همین استفاده از گرن در واقع یک نوع استفاده از، خب معمولا هابی رو به این صورت میگیم، اون هوبیا یا سرگرمی همون رو، اما در واقع علاقه مندی رو هم با استفاده از گرن میگیم. اما یک اصطلاح بسیار پرکاربرد، اصطلاحی که اینجا میبینید، میا گفلت. میا گفتیم برای من یا به من، برای من لذت بخشه. میا گفلت، گفلت به معنی در واقع همون لذت بخش بودن است. میا گفلت رایزه، رایزه یعنی مسافرت دوستان، رایزه مسافرت. میا گفلت رایزه یعنی مسافرت به من لذت میده، به من حال میده، خوشم میاد از مسافرت. یا مثال بعد، میا گفلت اینکاوفن. اینکاوفن خرید، یعنی خرید رو دوست دارم، از خرید خوشم میاد، خرید به من لذت میده. و یک راه دیگه برای اینکه بگیم در واقع علاقمند هستم به چیزی، استفاده از این اصطلاح هست، ایش اینترسیره میش. ایش اینترسیره میش فور، یعنی من در واقع اینترست دارم، علاقه دارم نسبت به، حالا هر چیزی میتونه باشه، ایش اینترسیره میش، من علاقمند هستم فور به دویچ، به آلمانی مثلا، به آلمانی علاقمند هستم.